سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net. تو توییتر @jadi یه دوره LPIC داشتم برگزار میکردم که در واقع دوره حرفه‌ای لینوکسه. بعد هی سوال میشد که ما لینوکس رو چجوری شروع کنیم. فکر کردم چه کاریه، مثل آدم یه دوره شروع میکنیم که لینوکس رو به زبان آدمیزاد درس بده. در واقع LPIC این آموزشیه برای اینکه شما به شکل حرفه‌ای لینوکس رو یاد بگیرین و بتونین امتحان مدرکش رو بدین. اکثر افراد چیزی که میخوان اینه که معقول بتونن یه لینوکس نصب کنن، حتی سر کارشون توش لاگین کنن، باهاش کار کنن، کار روزمره‌شون انجام بدن، برن اینترنت و اینجور چیزا، و از اون طرف برنامه‌ای که میخوان رو نصب کنن و در نهایت هم برن تو کامند لاین به یه سرور وصل بشن. یه سری کارهای سیستم ادمینی روزمره LPIC برای اکثر آدمایی که روزمره کار میکنن خیلی زیادیه. برای چه گفتیم یه چیزی مثلا 5 ساعت 10 ساعت ضبط کنیم از صفر. اینش خوبه. از اوبونتو استفاده میکنیم، بعدم بهتون توضیح میدم چرا. از یه ماشین مجازی ویندوز من شروع میکنم. کوش ماشین مجازی ویندوز اینهاش. ماشین مجازی ویندوز با مفهوم ماشین مجازی احتمالاً باید آشنا باشین تا حدی. در واقع یه پنجره است که مثل یه کامپیوتر، یعنی من این توی ویندوز نصب کردم برای خودم. با برنامه‌های مثل ویرچوال باکس من استفاده می‌کنم. وی ام ور هم هست. ویرچوال باکس گزینه بهتریه برای این تیپ کارا و در واقع ویندوزه. وقتی من می‌خوام لینوکس نصب کنم روش‌های مختلفی دارم. معقول‌ترینش که اینجا بالانس رو رعایت کنیم اینه که من توی یه قسمت خالی از هارد دیسکم ضبط کنم. هارد دیسک چیز بزرگه که توش تیکه تیکه سی دو نقطه دی دو نقطه و از این جور چیزا هست و توش ویندوز نصب شده. یه تیکه‌شو بعد به طور کامل خالی کنیم. روش خوب خالی کردن اینه که من شرینکش کنم، یعنی مثلا درایو دی که دارم رو کوچیک‌تر کنم که این ته یه تیکه از دیسک خالی بمونه. میتونین پارتیشن آخرتون رو پاک کنین، میتونین موقع فرمت کردن جا خالی بذارین. یه ویندوز معمول برای کار معمول بخواید نصب کنین، حدود 20 گیگ براش کاملا کافیه با همه برنامه‌ای که توش نصب می‌کنین و همه چیز. اگر فقط می‌خواید همینجوری نصب کنین ببینین چیه، 5 گیگ هم بس. میام توی کنترل پنل می‌خوام دیسکو شرینک کنم. الان همه هارد و ویندوز گرفته. توی کجا به نظرتون باید برم؟ بذارین سرچ کنم دنبال دیسک. Create and format hard disk partitions. احتمالاً همینجا میتونم شرینکم بکنم. پس تو administrative tools create and format فلان disk management رو ران میکنم. دیسکای من الان این شکلی هم تو ماشین ویندوزیم. یه 32 نقطه دارم که 24 گیگه. اگر مثلا این ته من یه مقداری خالی داشتم به اندازه 5 گیگ، هیچی نبود، یعنی هیچ پارتیشنی نبود، میتونستم لینوکس هم اونجا نصب کنم. ولی من اینجا یه گزینه دارم به اسم شرینک. شرینک یعنی کوچیک کردن، فشرده کردن. من درخواست میدم که اون 25 گیگ رو تهش واسه من 5 گیگ خالی کن. پروسه طول کشنده ایه. تا این انجام میشه، حداقل اولش که واسه شروع کنم براتون میگم که در واقع من دارم از اوبونتو استفاده میکنم. برای دانلود اوبونتو منطقه من اوبونتوی دسکتاپ رو میخوام. میرم تو اوبونتوی دسکتاپ ubuntu.com و همینجا یک ضرب بهتون گزینه دانلود داده. یعنی من رفتم توی ubuntu.com، اومدم تو دسکتاپ، دانلود اوبونتو رو زدم. ببینم اونور کارمون انجام شده. بله. نه خیر. من چند تا گزینه دارم. اوبونتو یه گزینه LTS داره، لانگ تایم ساپورت، مال سال 2014 ولی تا چند سال بیشتر ساپورت میشه. معمولا من آخرین مدلش رو ترجیح میدم. اوبونتو 15.04 دکمه دانلود رو که فشار بدین دانلود شما آیا شروع میشه؟ نه. میگه حالا میخواین دانلود کنین؟ میخواین یه خورده کمک مالی هم به من بکنین؟ من میگم نو تانکس، تیک می تو دی دانلود. دیگه اینو که بزنم دانلودم شروع میشه. پس من رفتم تو دانلود 15.04 رو الان زدم. شما همیشه آخریشو میزنین و میگه تشکر میکنیم که دانلود رو شروع کردین. دانلود شما باید شروع شده باشه. دانلود رو قطع میکنم چون من قبلا دانلودش کردم. اوکی، پس شما اینجوری ایزو میگیرین از اوبونتو. این ایزو رو چیکار باید بکنین؟ روش‌های خیلی مختلفی داره. ایزو رو میتونین روی دونه سی دی رایت کنین به شکل ایزو، نه اینکه فایل ایزو رو روش کپی کنین. دیگه اینا رو باید بلد باشین احتمالاً. روش های مختلفی هست برای اینکه کول دیسکی درست کنین که بوت میکنه. در نهایت شما به دیوایس برسین که میتونه اوبونتو رو بوت کنه. این هنوز داره اینجا کار میکنه.
ما میریم و وقتی این تموم شد برمیگردیم خدمت شما. خب یه چند دقیقه گذشته، درست شد، همین لحظه زنده شما مشاهده کردین که چی شده. خب میگه که من الان اون کارا رو کردم و دیسکو چک کردم و چقدر فضا میتونیم خالی کنیم. من از نظر تکنیکی میتونم برات 11 گیگ فضا خالی کنم. من بهش میگم 11 گیگ زیاده، بذار 8. توصیه‌ام به شما اینه که اگر بذاریم 25 هیچ وقت بهش مشکلی نمیخورید. اگه بذاریم 5 میتونید اوبونتو رو نصب کنین، کارهای اولیه روش انجام بدین. 10 هم بذارین خوبه. بستگی داره چیکار بکنین. من خودم همیشه میذارم 30. خب پس من میگم که در واقع دارم چیکار میکنم؟ دارم اوبونتوم رو، دارم لینوکس، دارم ویندوزم رو شرینک میکنم که اون ته تو هارد جا باز بشه. ببین الان میگم 8 گیگ خالی کن. درسته؟ سایز اف دی اویلیبل شرینک اسپیس. شرینک کن. شما نیاز دارین که این ته یه تیکه ای از هارد خالی باشه. حالا ته هم نبود اشکال نداره، چون ما شرینک میکنیم میفته ته. حالا این داره اون کار رو انجام میده. تو این مدت من یه سر دیگه واسه شما میزنم به سایت اوبونتو. انجام شد البته. در واقع من الان انقدر آن الوکیتد، یعنی هیچی از این استفاده نمیکنه. من انقدر جای خالی رو هاردم دارم، در واقع جای پارتیشن بندی نشده. اصلا ویندوز دیگه اینو نمیبینه، ویندوز اینو میبینه. اوکی، پس من 8.3 گیگ هارد پارتیشن بندی نشده دارم. چیکار میکنم؟ من معمولا اینجوری نصب میکنم، اینو میبندم، اینم میبندم. الان من رو هاردم جا خالی کردم از تو خود ویندوز. ویندوز رو شاتدان میکنم. حالا باید سیستمم رو با اوبونتو بیارم بالا. چیزی که ما داریم اینه که سیستم عامل لینوکس اکثرشون میتونن لایو بوت بشن، یعنی سی دی رو که بذارین توش خود سیستم رو، چه کاری آخه ویندوز، خود سیستم رو میاره بالا و بوتش میکنه بدون اینکه چیزی رو نصب کنه. شما حتی میتونید ازش استفاده کنین. بعد شما میتونید اگه خواستین نصبش کنین. این روش خوبیه برای اینکه ببینیم محیط چه جوریه. خیلی اصلا با همون یه سری کاراشون رو انجام میدن. اگه سیستم مشکلی داره با لینوکس میارن بالا، مشکلاشو حل میکنن و در این حال هم میتونیم بیاریم بالا از تو همون محیط راحت گرافیکی خوشگل نصبش کنیم. تا ویندوز هنرنمایی میکنه آپدیتشو نصب میکنه که به ما هرس بده، من بهتون نشون میدم که اون صفحه دانلود که رفتیم تو دسکتاپ، گفتیم میخوایم بعد دانلودش کنیم. اینجا خودش راههای نصبم گفته. مثلا گفته که از ویندوز دارین دانلود میکنین و ایزو رو دانلود کردین، ویندوز دارین نصب میکنین و دانلودم کردین، من اینجا بهتون یاد میدم که چجوری فایل ایزو رو روی دیویدی برن کنین، بسوزونین، رایت کنین، یا اینکه چیکار کنین که روی یه دونه یو اس بی استیک، برای اینکه طبیعتاً صدمه نزنین خودتونم کمتر علاف بشین، ایزو ها رو روی یه دونه کول دیسک مینویسین میزنین به کامپیوتر. حالا اگه لازمه F8 و F12 و دیلیت و هر چی رو میزنین، در نهایت کامپیوتر از اون بوت میکنین. برنامه‌ای که معرفی کرده از اینجا رو دانلود و نصبش میکنین. اوکی، pendrivelinux.com یه برنامه است که ایزوتون رو انتخاب میکنین، روی اون مینویسدش. خیلی کار آسونیه. ویندوز هنوز داره آپدیتش رو نصب میکنه، من میرم برمیگردم وقتی ویندوز شاتدان شد. خب من اومدم، مثل اینکه شاتدان شد. حالا چیکار میکنم؟ من یه فایل ایزو دارم، گفتم شما یا باید دیویدیش رو رایت کنین یا یو اس بی دیسک رو بوتبل کنین که بتونین کامپیوترتون رو بوت کنین. من چون با یه ماشین مجازی طرفم، اینجا میتونم بهش بیام بگم که توی ستینگ، توی استوریج، توی دیویدی، این الان توشه. در واقع دارم انگار یه چیز ایزو رو میذارم تو دیویدی این ماشین مجازی. بگم دیویدی اوبونتو رو بذار توش. در واقع اومدم از تو آپشناش، گفتم تو استوریج، تو دیویدیش این ایزو رو بذار توش. انگار الان من یه دونه سی دی فلان گذاشتم توش. خب یک بار دیگه ماشین مجازیم رو ران میکنم. این دفعه ماشین مجازیم از توی، در واقع میبینین اوبونتو ران میشه. شما هم اگر اوبونتو داشتین این شکلی میشد. ویو بذار ببینم سکیل مود میشه یا نه. فکر میکنم الان چون در حال بوته تو ماشین مجازیه تمام صفحه درست نشه، ولی اشکال نداره. ثبت میکنیم، اوبونتو بوت میشه. اوبونتو اسم گذاریاش اینجوریه، اوبونتو تلفظ درست تریه. اوبونتو 15.10
یعنی اوبونتوی سال 15 ماه دهم. نگران گرافیکش نباشین. دلیل گرافیکش اینه که در واقع هنوز درایورهای مرتبط با ماشین مجازی رو نصب نکرده. ماشین مجازی کلن چیز بددستیه برای سیستم عامل مهمان، ولی برای ما اشکال نداره. خودش اومد اینجا، دیفالتش روی اینستال بود، یا من جایی انتر زدم یا من ندیدم از اینستال رد شد. به هر حال آها نه اینجا داره ازم میپرسه که ترایش میخوای بکنی زنده یا اینستالش کنی. من میگم میخوام اینستالش کنم. چه کاریه نصبش کنیم، ما که اینجاییم. نکات حساسی رو میگه، میگه که لطفاً اینا اگه باشه خیلی خوبه. اگه من به اینترنت وصل باشم، به برق وصل باشم، مینیمم هم 7 گیگ جا داشته باشم. میتونیم بگیم اینجا دانلود کنه آپدیت ها رو، ولی چون اینترنت ما تو ایران خیلی دره پیته اینو نمیگیم، چون که کلی معطلمون میکنه. ولی اینستال ترد پارتی رو میزنیم، میگم که چیزای ترد پارتی مثل MP3 و فلش و اینجور چیزا رو برام نصب کن. فلش نمیم توش هست یا نه. کانتینیو. تا حالا فقط داره از این پرسه چجوری نصب بشن. دلیل این اینه که به شکل قانونی کسی که مثلا MP3 رو درست کرده اجازه نداره که شما MP3 رو برای هر سیستم عامل جدیدی اتوماتیک نصب کنید. یا باید بریم باش قرارداد ببندین، یا اینکه هر یوزری خودش باید بگه من میخوام. در اینجا میگه خب خودت بگو که میخوای. اینجا اونجای حساسه. میگه که چه جوری نصبش کنم. چون من یه جای خالی دارم، در واقع خودش پیشنهاد میده که کنار ویندوز 7 نصبش کنم. یه ویندوز 7 خودش پیدا کرده، اون تهیتی که خالی رو هاردم پیدا کرده، میگه من اونجا نصب کنم خودمو. کاملا آپشن خوبیه. این خیلی خطرناکه. همه چی رو پاک کن، فقط خودتو نصب کن. یا اینکه من به شکل یه حرفه‌ای خودم میگم میخوام چیکار کنم. مال ما وضعیتمون اینه، چون یه جای خالی کردیم براش و میگم اینستال نام. اگه می‌خواستین کل کامپیوترتون اوبونتو بشه اینو می‌زدین، اگرم سر در میارین از پارتیشن بندی به طور حرفه‌ای اینو می‌زدین. تو درسای LPI توضیح این هست. می‌زنم اینستال. زدم کنار ویندوز 7 خودتو نصب کن. میگه که اوکی، پس من این کارا رو می‌کنم. در واقع منظورش اینه که من یه دونه واسه خودم درایو درست میکنم، یه سوپ کوچولو هم برای خودم درست میکنم. سوپ یه جایی که مموری اضافی میده به لینوکس، یعنی اگه مموری رو کامل پر کرد میتونه رو دیسکم به عنوان مموری استفاده کنه. دکمه اینستالو زدم گزینه خودش، شروع میکنه به نصب و خب از من میپرسه که کشور محل زندگیت کجاست. میزنم ایران. از کجا میفهمه؟ از IP شاید. میگه کیبوردت میخواد چی باشه؟ میگم ما یه کشور خاص هستیم که خب کیبوردمون ترجیح میدیم کیبورد اصلیمون انگلیسی باشه. میام تو انگلیش US جهانخوار که الان دوست و برادره و میزنم که انگلیسی باشه. پس کیبوردمو انگلیسی انتخاب کردم. کیبورد اصلیتون رو فارسی انتخاب نکنیم. فارسی رو بعداً اضافه میکنیم. دوستاشینم بکنید ببینم چه خطری داره. مثلا اسمتون رو باید اینجا فارسی میزدید. اسمتون چیه؟ اسمم جادیه. اسم دستگاهتون چیه؟ چی بزنم؟ اوبونتو. خب میزنه که این اوبونتو رو من قبلا یکی اسمش اینه. بزنم اوبونتو لب. اوبونتو. اون واقعا فکرم خودش بود، ولی خیلی بامزه بود که ارور داد. پیکه یوزرنیم، حتی ارور نداد، فقط وارنینگ داد. یوزرنیم، حالا اسم من جادیه، یوزرنیم هم جادیه. پسوردم یه چیزی انتخاب میکنم. این 3-4 حرفی راحت بزنم که داستان نشه. اوتوماتیک منو لاگین کن، یا اینکه require my password to log، پسوردمو بپرس و لاگین کن. اینا میگن که هومتون رو انکریپت کن اگه دیتاهای مهمی داری. خوبیش اینه که داره نصبم میکنه، یعنی در واقع کپی کردن فایل ها رو میگه من عملا تموم کردم. پس یادتون هست چی شد؟ من یه تیکه از هاردم رو خالی کردم، اگه یه پارتیشن بود یه پارتیشن کامل پاک کردم، یا اینکه اگه جادا شرینک کردم، در نهایت یه تیکه حدود 10 گیگ از هاردم بدون پارتیشن بندی ویندوزی شد. بعدش CD USB دیسک یا هر چیز دیگه ای رو اینجا روش های درست کردنش رو آموزش داده بود. یعنی در واقع من اومدم توی دسکتاپ، از تو دسکتاپ اومدم توی دانلود اوبونتو. درسته؟ میگه تبلیغاتش هم اگه دوست داشتم میخونم چرا خوبه. الان فهم میدونین چرا خوبه. اومدم تو دانلود اوبونتو،
اوبونتو LTS لانگ تایم ساپورت که استیبل تره ولی قدیمی تره، یا اینکه آخرین مدلش رو دانلود کردم که در واقع رفتم اینجا اون پایین این پنجره رو براتون باز کنم. رفتم اینجا بهش میگفتم میخواین کمک هایی بکنیم به اوبونتو و اینا، ما گفتیم ما واقعا نمیتونیم کمک کنیم، با کریدیت کارت نداریم کمک کنیم به شما، در نتیجه نه مستقیم برای من دانلودش کن. این پایینم روش هایی برای نصب رو گفته بود، از تو ویندوز چجوری DVD رایت کنیم، چجوری USB دیسکمون رو بوتبل کنیم با اوبونتو، که این روش بهتریه از طریق دانلود یه برنامه از اینجا. اوکی، بعد دیگه این CD رو گذاشتم توش. خیلی از کامپیوترها لازمه شما یه کاری بکنین که از اون CD بوت کنه، نمیدونم دکمه‌شو بزنین، اولش F12 بزنین بوتو انتخاب کنین، تو مکانم کامند C رو فشار بدین، یا هیچ کاری اینجوری. در نهایت من بهش گفتم که خودت رو از روی اون CD بوت کن. CD اومد بالا، گفت میخوای نصب کنی یا میخوای لایو استفاده کنی؟ گفتم میخوام نصب کنم. اسم و آدرس و اینا رو بهش دادم. آدرس تنها نکته حساس اینجا بود که موقع پارتیشن بندی گفتم خودت رو کنار ویندوز نصب کن. خودش فهمید که اون تیکه خالی دیسک مال منه، میرم خودم رو اونجا نصب میکنم، هر دفعه سیستم بوت بشه میپرسم تو کدوم میخوای بوت کنمش این دفعه. اینجا رو میتونید تقریبا هر مثلث اینجوری دیدید میتونید باز کنید. تبلیغ میکنه که ما بهترین موزیک پلیر ها رو داریم، میتونین عکساتون رو همیشه با خودتون داشته باشین، کارهای فانی بکنین، با وب کار کنین، آفرین، و هر چیزی که تو آفیس لازم دارین هم ما داریم. خالی میبنده. بعدش دیگه چی؟ همه هم میتونن ازش استفاده کنن. اگه معلولیت داریم ما سیستمایی داریم که بتونین استفاده بکنین، اگه زبانتون متفاوته ما سیستمای خوبی براتون داریم و این چیزا. و در نهایت هم میتونین کمک بگیرین از همه. کمک رو در واقع بهترین جایی که میشه کمک گرفت تا این داره هی نصب میکنه ubuntu.ir، سایت اوبونتو ایرانه، سایت قشنگ و خوبیه، راهنماهای مختلفی برای شما داره درباره اوبونتو چیست و از همه مهمتر انجمنهاش هستن که من تو این پنجره جدیده بازش کردم، تو تب جدیده. از اون طرف wiki.ubuntu.ir اطلاعات زیادی رو در مورد چیزهای مهم داره. اوبونتو چیست؟ پس از نصب اوبونتو باید چیکار کنیم؟ چه جوری هوشمندانه سوال کنیم؟ تو بخش‌های مختلف. به روز سایه نرم افزارا چه جوریه؟ و خیلی چیزهای مختلفی توش داره. توش بچرخیم بد نیست. wiki.ubuntu.ir. انجمن‌ها هم در واقع جاییه که میتونید سوالاتتون رو بپرسین، جواب بگیرین. همیشه هم سرچ کنین دنبال سوالاتتون. مثلا اگر من فکر میکنم که ای من چرا فلش ندارم، سرچ میکنم how to install flash Ubuntu. بهتون انواع اقسام راهنمایی که میده، هیچ خودش هم یه ضرب میگه که باید چی کار کنی. فعلا موضوع ما این نیست. برمیگردیم اون طرف ببینیم چی شده. خب، نکته حساس اینه که ما اون تیکو زده بودیم که، یعنی خودش زده بود که اینترنت داریم، آپدیت اول ریپوزیتوریا رو انجام میده. مفهوم ریپوزیتوری چیه؟ الان خوشبختانه جا افتاده، ما از اول تو لینوکس داشتیم. این یه عقده است که ما همیشه میگیم، همه چی رو میگیم ما از اول داشتیم تو لینوکس. اگه واقعا داشتیم میگیم، ولی اینم واقعا داشتیم. این مفهومه که به جای اینکه اون مفهوم خیلی ترسناکی که من برم از اینترنت یه سری برنامه دانلود کنم اجرا کنم، یه سی دی بگیرم توش یه سری برنامه است اجرا کنم، این خیلی عجیبه. شرکتی که این لینوکس رو داده، مثلا کانونیکال که اوبونتو رو داده، میاد یه ریپوزیتوری درست میکنه، یه منبع درست میکنه از تمام برنامه‌هایی که تو اوبونتو هستن و خوب کار میکنن. تمام برنامه‌ها، چند ده هزار برنامه اون تو احتمالاً. بعد من توی سافت‌ور سنترم میتونم هر چی میخوام و سرچ کنم، بگم من میخوام فایل ادیت کنم، همه ادیتورها رو میاره، تیک میزنم که اینو نصب کن، خودش میره دانلود میکنه، نصب میکنه. در واقع امنیت به این دلیله که داریم. از ریپوزیتوری هایی میاد که قبلا همشون چک شدن، هر برنامه که درست کار کنه توی ریپوزیتوری هست. اگر برنامه توی ریپوزیتوری نیست، باید از بیرون ریپوزیتوری نصبش کنین، یه دلیلی داره. منطقا نباید نصبش کنین مگه که واقعا بدونین دارین چیکار میکنین. یکی از بزرگترین اشتباه های آدمای آماتور اینه که از اینترنت سری دستور پیدا میکنن، یه سری چیز نصب میکنن، بعد میگن چرا لینوکس خراب شد. اوکی، در نتیجه من هر دفعه میرم لیست ریپوزیتوریا رو آپدیت میکنم، میبینم که چه برنامه‌ای هست، خودشون رو دانلود نمیکنم، ولی اون لیسته هم چیز بزرگیه، به این میگن آپدیت کردن. الان خودش آپدیتش رو هم میکنه.
به این دلیل یه خورده تو اینترنت ما طول میکشه. بوتلودر رو نصب میکنه، بوتلودر اون چیزی که اول که سیستم بوت میشه میپرسه میخوای تو کدوم سیستم عامل بوت بشی. و همه مراحل رو پیش میره. اگر اینترنتتون خیلی سریع باشه تو حدود 5 تا 10 دقیقه نصب میشه. رو اینترنت خسته تر خیلی بیشتر طول میکشه. یه جاهایی که لازم نیست در همون لحظه کار انجام بدین، حتی میتونید دکمه اسکیپ هم بزنید. ببینید الان غیر فعاله. در این حال مال شما اگه اینجوری نیست، من اینو باز کردم. خودش فقط میگه دارم کلا چیکار میکنم. من این یاروش هم باز کردم که بنویسه داره دقیق چیکار میکنه. در مراحلی که مثلا میره از اینترنت خودش رو آپدیت کنه و اینجور کارها، دکمه اسکیپ رو اجازه میده شما بزنین که سریعتر اتفاق بیفته. عکساشو ببینیم. آها اینا رو داشتم براتون میچرخیدم. بهتون میگه وب میتونین کار کنین، موزیک میتونین کار کنین. در واقع کارهایی که ما با کامپیوتر میکنیم همیناست. تو وب میریم، یه سری ادیتور میخوایم، آفیس لازم داریم. اعتراف میکنیم که آفیس مایکروسافت بهترین آفیسه. اگر واقعا کارتون به شکل خیلی حرفه‌ای با آفیس مایکروسافته، اوبونتو جاشو نمیگیره. کامنت میذارین، نمیدونم ریویژن میزنین و فرمتینگ خاص میکنین. هم قوی تره، همین که 100% مایکروسافت کاری میکنه که اینا با هم سازگار نباشن، که مجبور بشین از اون استفاده کنین. بعدش اینترنت میریم، چت میکنیم، فایل ادیت میکنیم، برنامه مینویسیم. یه مجموعه برنامه از خیلی تعداد عجیبی برنامه عجیب غریب نمیخوایم. شما یه ادیتور درست دارید. این حرفی که مکیو هم میشه میزدم، میگم ما یه دونه ادیتور عکس داریم ولی ادیتور خوبیه، یه دونه ادیتور متن داریم ولی ادیتور خوبیه. حالا الان خیلی البته بیشتر شده. در نتیجه ما یه نگاهی به برنامه‌های عمومی میندازیم که یه یوزر معمولی چی کار میکنه. تقریبا نصب داره تموم میشه. اگه سوالی دارین بپرسین جواب میدم اینجا. آها یکی اون تام میپرسه فرق لینوکس ها با هم چیه. در واقع لینوکس یه هسته سیستم عامل فقط که سیستم رو بوت میکنه. ما به شکل عمومی به گنو لینوکس میگیم. لینوکس گنو یه پروژه‌ای بوده که یه یونیکس آزاد رو برای همه آدما بنویسه، همه بتونن از کامپیوترشون استفاده کنن. ببین الان داره از اینترنت سری پکیج دانلود میکنه که میگه یه دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه. من میتونم دکمه اسکیپ رو بزنم بگم فعلا اینو دانلود نکن. حالا ما میذاریم دانلود کنه، تمام در مورد گنو لینوکس توضیح میدم. یه سیستم عامل خیلی خوبی بوده به اسم یونیکس. استالمن افسانه‌ای یه هکر خیلی بزرگ بوده و هست. میبینه که اوکی مردم نمیتونن از کامپیوترشون استفاده کنن، مردم باید حق داشته باشن سیستم عامل داشته باشن. پس شروع میکنه یه پروژه مینویسه، یه لایسنسی درست میکنه به اسم GPL، گنو پابلیک لایسنس اگه اشتباه نکنم. آره دیگه. و سعی میکنه یه لینوکسی بنویسه که همه بهش دسترسی داشته باشن طبق اون لایسنس. اون لایسنس چی میگه؟ هر کسی حق داره برنامه ها رو بخونه، هر کسی حق داره تغییرشون بده، برنامه ها رو به دیگران بده و به هر دلیلی که میخواد از اون برنامه استفاده کنه. یعنی سری آزادی هن که باید هر کسی داشته باشه وقتی کامپیوتر میخره. خب ایده عجیبیه ولی دیدیم که خیلی خوب گرفتش. لینوکس اومد به عنوان یک کرنل و ابزارهای گنو. خیلی از این ابزارهایی که میبینیم، گرافیکی ها، فایل کپی میکنیم، بش، کمپایلر، اینا ابزارهای گنو هن. به همراه کرنل لینوکس میشن یه سی دی که یه سیستم عامل کامل رو به شما میده. به این باید بگیم سیستم عامل گنو لینوکس. حالا چون راحت تره خیلی ها بهش میگن فقط لینوکس، درستش گنو لینوکسه. از اون طرف مثل اینه که مثلا ما به پودر رخشویی میگیم تایت، به در باز کن میگیم اف اف، یا آیفون میگفتن قدیم، حالا آیفون به چیز دیگه میگن. اوکی حالا به کیسه نایلونی میگیم نایلکس، یه مدلشه. لینوکس هم در واقع یه اشتباه مصطلحه. شرکت های مختلف میان اجزای مختلف کرنل لینوکس ورژن فلان رو با این مجموعه برنامه ها با این ریپوزیتوری میچینن کنار هم، میذارن توی سی دی، میدن به شما، شما میذارینش توش، نصب میشه. خب به اون میگن مثلا اوبونتو. یکی دیگه یه جور دیگه اینا رو میچینه کنار هم، بهش میگه دبیان. یکی دیگه بهش میگه فدورا. چند تا خانواده اصلی میشن، خانواده فدورایی ها، خانواده دبیانی ها. اوبونتو یکی ورداشته، آقای شاتل ورس شرکت درست کرده، دبیان که یه لینوکس خیلی خوبه رو یه مقداری تغییرات داده به اسم اوبونتو داده به آدما. در واقع لینوکس ها فرقشون با هم اینه که چه بسته های پیش ورزی دارن، تو ریپوزیتوریشون چی دارن و مدیریتشون چه جوریه، مدیریت بسته ها، مدیریت کل تیم و اینجور چیزا. فرقای عجیب با هم ندارن. دلیلی که ما اوبونتو رو انتخاب کردیم اینه که اوبونتو در واقع یکی از سریع ترین و راحت ترین
سیستم هاست برای شروع، کم درد سرتر خیلی از کاربر، چیزهایی که کاربرای معمول نیاز دارن رو دیده. بعدیش اینه که بعضی موقع راه خودش رو میره، با بقیه همکاریش کمه و اینجور چیزها. ولی در نهایت سیستم کاملا معقولیه برای کارهای روزمره و طبیعی که ما انجام میدیم. در نتیجه برای شروع اوبونتو از همه بهتره. خوبه یه دونه رد هتی هم ببینیم مثل فدورا مثلا، ولی فعلا شروعمون با اوبونتوه. ما چون گفته بودیم که بره در واقع ببینید داره فلش پلاگین رو سعی میکنه نصب کنه، ما چون بهش گفته بودیم که بره برنامه های ترت پارتی مثل فلش، MP3، فونت های غیر آزاد و اینا رو هم نصب کنه، یه خورده بیشتر طول کشید. در این مورد هم توضیح دادم دیگه، مشکل اصلی لینوکسیا اینه که یه سری از لایسنس ها خیلی بستن. در واقع نکنه این اصلا نصب نمی کنه چون فلشه، یعنی داره سعی میکنه دانلود کنه ولی نمیشه، شاید هم خیلی حجیمه. به هر حال یه خورده برای ثبت میکنیم. مشکلشون اینه که خیلی حجیمن خیلی از این چیزا، خیلی از این لایسنس ها. چی گفتم؟ حواسم یه جای دیگه بود. گفتم شاید این خیلی حجیمه نمیتونه بگیره، یا اینکه از این فیلترینگ ها و از اون ور فیلتره و از این ور فیلتره و از این چیزا داره. به نظرم اینجوری شده، از اون بر بسته است. حالا مهم نیست، من بهتون توضیح میدم تا ببینیم چی میشه. اگه اسکیپ اومد مثل گرگ میپریم اسکیپو میزنیم. تا حدس میزنم به خاطر حجمش باشه. در مورد لایسنس ها میگفتم مشکل اصلی اینه که یه سری از برنامه ها بستن و اوبونتو تا یه لولی به آزادی متعهده. میگه مثلا من درایورهای مورد نظر کارتای وایفای رو با اینکه یه خورده بستن رو قبول میکنم که نصب کنم، ولی مثلا فلش پلاگین رو حتما باید خودتون تیک بزنید، MP3 حتما باید تو لایسنسش تیک بزنید. به این دلیل اتوماتیک لینوکس ها نمیتونن همه چی رو نصب کنن. در واقع مشکل قانونیه که بالاترشون مثل گورگ وایساده. نظرتون چیه؟ من شما رو ترک کنم برگردم ببینم به کجا رسیدیم. شما رو تنها میذارم با این ببینیم نصب میشه یا نه. من میرم کیف ادارم رو جمع کنم، لباسم هم عوض کنم، برمیگردم. مثل که وضع درست شد. Installation is complete. پس همون حجم بود. You need to restart the computer in order to use new installation. Okay. پس تموم شده، میگه ریستارتش کنین تا بتونین ازش استفاده کنین. حالا من انتظار دارم که سیستمم دوال بوت شده باشه، به اصطلاح دوال بوت، دوگانه بوت، مثل دوگانه سوز. یعنی اینکه وقتی میاد بالا بتونم تصمیم بگیرم که میخوام با ویندوز کار کنم یا با لینوکس. این مشکلات ماشین مجازیه، خیلی جدیش نگیرید. سیستم داره میره پایین، برو پایین. احتمالاً شاتدان شده. خب من خاموشش میکنم، برمیگردم اینجا، یک بار دیگه ماشین مجازیم رو روشن میکنم، چون که دیگه نمیخوام از رو سی دی بوت بشه، این رو از توش در میارم. Remove disk from virtual. انگار سی دی رو از توش در آوردم. به شما احتمالا توی یه مرحله میگه که اجکت کنین اونو. یک بار دیگه رانش میکنم. ببینین؟ وقتی سیستم بوت شد مرحله اولشه، فقط روشنش کردیم، میگه تو اوبونتو بوت بشم یا تو ویندوز 7 بوت بشم. یه حالت پیشرفته برای اوبونتو داره که تو درسای LTI دوست داشتیم میتونیم ببینیم. میتونیم من مموری رو بگیم تست کنه، یا اینکه ویندوز 7 رو مثل سابق بوت کنه، اینو بزنم میرم تو ویندوزم، اگر اینو بزنم میرم توی اوبونتو. اگه بود شد شاتدان میکنیم، درس اول که سخت در این درس دنیاست نصب لینوکس رو تموم میکنیم. بقیه لینوکس از این آسون تره. در واقعا بود شد. اسمتون چیه؟ جادی. پسوردتون چیه؟ اگه لازمه از اینجا میتونم به اینترنت وصل بشم، سرویس معلولان بگیرم، یا اینکه در واقع باتری رو ببینم و صدا رو کم و زیاد کنم و اینا. پسوردم رو فقط میزنم،
اوبونتو 15.10 بوت میشه تو محیط گرافیکی که بهش میگن یونیتی. یونیتی رو چه رنگ لباس من میاد به آره میاد به بک‌گراند این. یونیتی رو خود کانونیکال ساخته، این در واقع مخصوص خود اوبونتوه، یه مفاهیم خاصی داره، اولش راهنمانشون میده که من میبندمش. فعلا برای اولین بار به لینوکس خوش اومده، این شاتدانش میکنم تا ببینم چی میشه. دلیلی که گرافیکش اینجوری یه خوره یوغوره اینه که ویرچوال باکس نیازمند اینه که یه گست ادیشنز نصب کنیم. توالت عادی برای شما اینجوری نمیشه. من خودم نصبش میکنم، بعدم با شما برمیگردیم سراغ بقیه درس. فعلا خوش باشین، خداحافظ. از اینجا شاتدانش میکنم. کنترولا کلا اینجاست خیلیاش. شاتدان خداحافظ.